سلام علی هاشمی هستم، به کلاس من بینهایت خوش اومدید. امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه. در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار با هم دیگه بریم سراغ شاخص ها در ریاضی 11 انسانی فصل سوم درس اول. بریم تو دل نکته ببینیم داستان چه قراره. معیار آماری که تغییرات نسبی در جامعه آماری را نشان میدهد بهش میگیم این تعریف شاخصه. پس شاخص تعریفش چی شد؟ یه معیار آماری که تغییرات نسبی در جامعه رو داره نشون میده. خب حالا که این تعریف شاخص میشه چطوری باید محاسبه کنیم شاخص رو؟ فرمول شاخص کالا میشود مجموع هزینه های کالا در سال مورد نظر تقسیم بر مجموع هزینه های کالا در سال پایه ضرب در صد. پس چی شد؟ مجموع هزینه کالا تو سال مورد نظر تقسیم بر مجموع هزینه های کالا در سال پایه ضرب در صد. سوال حل کنیم ازش. سوال میگه اگر قیمت کالایی در سال 95 برابر با 1600 تومان و در سال 96 برابر 2200 تومان و مقدار مصرف آن کالا در سال 95 120 کیلوگرم باشد، در این صورت شاخص بهای کالای مورد نظر بر حسب سال پایه 95 چقدر خواهد بود؟ ببین دو تا نکته. اول از همه وقتی میگه مقدار مصرف تو سال 95 بوده 120 و در سال 96 هیچ حرفی نمیزنه، یعنی ما سال 96 هم 120 در نظر میگیریم، مقدار مصرف تغییری نکرده، مگر اینکه خودش بگه حالا تو سال 96 اینقدر مصرف کنیم. پس این شد اولین نکته. وقتی در رابطه با مقدار تغییر مصرف صحبت نمیکنه، سال پایه و سال مد نظر رو یکی در نظر میگیریم. نکته دوم، فرمول شاخص چی میشد؟ میشد مجموع هزینه ها. هزینه رو چطوری باید به دست بیارم؟ مقدار مصرف ضرب در قیمت به من کل مجموع هزینه رو تحویل میده. پس شاخص میشد مجموع هزینه سال مورد نظر به سال پایه. چطوری قرار شد مجموع هزینه رو به دست بیاریم؟ مقدار مصرف رو در قیمت ضرب کنیم. پس 2200 سال 96 ضرب در 120 مصرف، 2600 سال 95 ضرب در 120 مصرف قرار در 100 ضرب بشه که شاخص برابر بشود با 137 ممیز نیم. چقدر ساده بود، یه سوال قشنگتر حل کنیم. گفته اگر قیمت دو کالای الف و ب در سال 94 به ترتیب 750 و 900 تومان و در سال 96 برابر 1000 و 1200 تومان باشد، مقدار مصرف کالای الف 80 کیلوگرم و مقدار مصرف کالای ب 120 کیلوگرم باشد، در این صورت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 94 چه خواهد بود؟ خب دوباره وقتی بخوام برم سراغ بازی مجموع هزینه ها، باید مقدار مصرف رو در هزینه ضرب کنم. آقا دو تا محصول بهمون گفته، خب کاری نداره، مقدار مصرف ضرب در هزینه به علاوه مقدار مصرف ضرب در هزینه به تو مجموع کل هزینه ها رو قطعا تحویل میده. دوباره هم حواست باشه چون در رابطه با تغییر میزان مصرف صحبتی نکرده بود، برای سال مد نظر هم باید همین 800 کیلو و 120 کیلو رو در نظر بگیرم. پس چی بنویسم الان؟ 1000 رو ضرب در 800 کیلو کنم، 1200 رو ضرب در 120 کیلو برای سال مد نظرم. سال پایه رو چی باید بنویسم؟ قیمت بوده 750 ضرب در میزان مصرف، قیمت بوده 900 ضرب در میزان مصرف، که از اینجا جواب ایدئالمون برابر بشود با 133 ممیز 37. پس اگر دوتا کالا اومد تو بازی، هر کالا رو به صورت جداگونه مجموع هزینهش رو حساب کن و بعد بیا با هم دیگه جمع کن تا به جواب ایدئال برسی. بینایت سپاسگزارم تا انتهای ویدیو همراه من بودید. موفق باشید. خدا نیت.